شما اخذ تاریخچه یا هیستری تیکینگ یا تکمیل دوسیه مریض. کتابی که ما شما دیسی مستل میکنیم به نام اساسات جراحی که توسطی پوهان دکتر نجیب الله امرخیل نوشته شده، از او ما شما استفاده میبینیم. گرفتن تاریخچه هم به بخش استوماتولوژی و هم به بخش معالجوی یکسان است، ولی کتابشان کم تفاوت داره. محصلین عزیز، کتاب استوماتولوژی کمکی خلاص است و کتاب معالجوی کمکی به دیتیل است. مؤلفشان هم بخش استوماتولوژی و هم بخش معالجوی پوهان دکتر نجیب الله امرخیل. نام کتاب اساسات جراحی. فصل اول ما شما شروع میشه از گرفتن تاریخچه یا اخذ تاریخچه، یا در انگلیسی میگه هیستری تیکینگ یا تکمیل دوسیه مریض. چطور ما شما میتونیم که دوسیه مریض را تکمیل کنیم؟ پیش از اینکه ما شما از تاریخچه تعریف نماییم، کمک میخوایم مقدمه در باره تاریخچه چقدر ارزش داره. گرفتن تاریخچه در ممالک پیش رفته تا حالی 70 یا 80 درصد تشخیص توسط تاریخچه وضع میشه، ولی لحاظه گرفتن تاریخچه یک امر لازمی است. در پرکتیک جراحی ما شما دو قسم تاریخچه را میگیریم. دو قسم مریض پیش ما شما میاد: یک مریضای عاجل که به اتاق عاجل مراجعه میکنه، و یک مریضایی که به او پی دی میاد، یا مریضان پلانی هست، یا مریضانی الکتیو یا سلکتیو هست. تعریفی اخذ تاریخچه دیگه ما شما میبینیم که جمعواری معلومات مفصل منظم درست و به ترتیب از شکایتی مریض است، یا در انگلیسی خلاص میگیم interview with the patient called history، یا مصاحبه با مریض به نام تاریخچه میشه. ما از مریض ما شما پرسان میکنیم و مریض به ما شما جواب میده، ای به نام تاریخچه است. ای معلومات وقتی که ما شما به شکل مفصل و منظم جمعواری میکنیم و درج دوسیه میکنیم به نام تاریخچه یاد میشه. در هیستری تیکینگ تاریخ و زمان اخذ تاریخچه زیاد رول داره. ما اخذ تاریخچه یا ریفرنس تاریخچه ما شما از کی تاریخچه میگیریم؟ اگر مریض میتونه، اول ما شما از مریض پرسان میکنیم. اگر مریض نتونه، از اعضای فامیل مریض پرسان میکنیم. اگر ای هم نبوده، پلیس موجود است، از او پرسان میکنیم. اگر ای هم نبوده، در ممالک پیش رفته به نام مدیکل ریکارد یاد میشه. مدیکل ریکارد مریض را میبینیم، یا مریض توسط امبولانس آورده میباشه، از او مورد ما شما پرسان میکنیم. بعد از این ما شما که وقتی که ما شما دوسیه را شروع میکنیم، دوسیه اول ما شما خود معرفی میکنیم که به نام introduce yourself یاد میشه، یعنی دکتر خود رو معرفی میکنه، و بعد از او تعیین هویت یا شهرت مکمل مریض است. شهرت مکمل مریض زیاد ارزش داره که از اسم مریض شروع میشه: ولد مریض، والدیت مریض، سن مریض، به خاطر که بعضی امراض در طفولیت پیدا میشه و بعضی امراض در عمر که پیش رفته میشه پیدا میشه، جنس مریض، بعضی امراض هست که در جنس مذکر پیدا میشه، مثال از وجیز هیموفیلی هست و بعضی امراض هست که در خانم ها پیدا میشه، مثلا سرطان سدیه. شغل زیاد رول داره، بعضی امراض است که به شغل ارتباط میکنه، واریکوز وین یا توسوی اورد ها در کلندر های موتر زیاد پیدا میشه. سکونت بعضی امراض است که انتشار جغرافیکال داره، بعض امراض صفراوی و قرحات پپتیک در هند زیاد پیدا میشه که او مردم زیاد از مرچ مسئله سپرد میکنه، زخمی دواز نشد در وجود زیاد پیدا میشه. مذهب یا ریلیجن هم زیاد رول داره.
در مسلمان ها و یهود کی و چی میکنه سرکمسیشن میکنه، یعنی صورتی میکنه، به ندرت کنسر قضیب دیده میشه. در قدم دوم وقتی که ما شهرت مریضی مکمل را درج دوسیه کردیم، در قدم دوم شکایت عمده و اساسی است که به نام چیف کمپلینت یاد میشه. در چیف کمپلینت او آراز علائمی که مریض مجبور کرده و به شفاخانه آمده ما شما از مریض پرسان میکنیم. این آراز علائم با اساس زمان و شدت چی میشه درج دوسیه میشه. پرزم مریض میگه که آج 5 روز میشه که درد بدنی داریم، ما شما اول درد بدنی نشته میکنیم، بعد مریض ما شما میگه که 2 روز میشه که ما بیشتهایی داریم، برو نشته میکنیم، بعد مریض میگه که 2 ساعت میشه دل بدی داریم. یعنی با اساسی زمان و شدت زیری اینوان چیف کمپلینت آراز علائم چی میشه نشته میشه. بعد از چیف کمپلینت تاریخچه مرضی فعلی یا history of present illness زیر از عنوان او شکایت عمده که پیشتر ما ذکر کردیم زیر از عنوان به شکل مفصل چی میشه از او یادآوری میشه. یعنی زمان شروع آراز علائم، ساحه‌ای که در اونجا مرضی است او را ما شما ذکر میکنیم، آراز که داره او را ما شما ذکر میکنیم، اگر کدام دوا گرفته باشه ما شما دیگه ذکر میکنیم، اگر کدام تداوی کرده مریض ما شما او را ذکر میکنیم. ای آراز علائم که زیر عنوان چیف کمپلینت ما شما خواندیم، او آراز علائم در بارای موقت ما شما پرسه میکنه کدام قسمت این مشکل هسته، مثلا درد بطنی بود تا کدام قسمت بطنی هسته ما شما از مریض پرسه میکنیم، وصف در چه قسمی هسته او ما شما پرسه میکنیم، اندازه وخامت مایلد است، مودریت است و سیویر است، یعنی از شدت ما شما پرسان میکنیم و از زمان شروع میکنیم از چه وقت بیسو، فاکتورهای تشدید کننده شان چیست و فاکتورهای تخفیف دهنده کدام است و بعد از او تظاهرات همراه کننده یا اسوسییتد فاکتور کدام است. بعد از پرزنت ایلنس پاست هیستری است. در پاست هیستری تمام امراض زمان طفولیت ما شما از مریض پرسان میکنیم، امراض زمان بلوغت ما شما پرسان میکنیم و امراض طبی مثلا شکر است، فشار است، امراض قلبی است ما شما پرسان میکنیم، اگر خانم ها باشه امراض نسای ولادی ما شما از مریض پرسان میکنیم. برالوازی معایناتی که انجام دادن او را ما شما میبینیم کدام نوع معاینات انجام دادیم، معایناتی پس توبرکلوز کرده یا مومیگرام است که بخاطر سرطان های شدیه در قدم اول داده میشه به مریض ما شما پرسان میکنیم و اگر مواد غایت خود معاینه کرده در باره پرسان میکنیم. و در پاس هستری در بخش جرای ما شما از عملیات های گذشته ما شما پرسان میکنیم، اگر کدام دوسیه باشه از روی دوسیه نشته میکنیم، اگر نیست از مریض ما شما پرسان میکنیم، دیگه ما شما درج میکنیم. بعد از پاس هستری فیمیلی هستری است. در فیمیلی هستری ما شما مرگ میری والدن و اجدادشان که توسط کدام مثلا کدام ثابت که او مرده ما شما یا فوت کرده ما شما پرسان میکنیم، و امراضی که سری فیمیلی داره دوباره ما شما پرسان میکنیم که من جمله از او چی توبرکلوز است، شکر است، دیابیت است و کرایپیپتیک است و هیموفیلی است و ها کذا امراض است که او سری فیمیلی داره، مثلا سرطان برست است، اگر خانم ها باشه ما شما از او پرسان میکنیم. پرسونل این سوشل هستری یا تاریخچه شخصی و اجتماعی، شخصیت و علاقه و سلیقه مریض که از به کدام چیز ایش شوق داره ما شما پرسان میکنیم،
رویش در وظیفه و در دوران مکتب و در خانه ما شما از مرز پرسان میکنیم، تاریخچه وظیفه ما شما پرسان میکنیم و حالات اجتماعی که این کمیشن چقدر است، حالات اقتصادیشان چکسی است و ارتباطات مذهبی ما شما از مرز پرسان میکنیم و حالات روانی از مریض ما شما پرسان میکنیم و عادت غذایی که کدام نوع غذا استفاده میکنه و استفاده از الکل و سیگریت که اعتیاد داره یا نداره ما شما از مریض پرسان میکنیم و حالات مدنی که متحل یا مجرد است در پرسونل این سوشل هستری ما شما از مریض پرسان تاریخچه دوایی یا درگ هستری مریض به کدام دوا حساسیت داره و به کدام غذا حساسیت داره. اگر حساسیت داشته باشن ما شما سر دوسیه با قلم سرخ ما شما نشته میکنیم بالای دوسیه که مریض ما شما به این دوا یا به این غذا حساسیت داره. و هکذا در درگ هستری دواهایی که مریض میگیره کدام نوع دوا مریض میگیره ما شما پرسان میکنیم. پرزن بعضی مریض هسته که دوای شکر را میگیره، انسولین رو میگیره، یا مریض هورمون تراپی هورمون رو میگیره، او رو ما شما دیگه ذکر میکنه، یا مریض هست که خون رو نرم میکنه یعنی انتی کوگولانت هست مریض او رو میگیره ما شما از مریض پرسان میکنیم و درجه دوسیه میکنیم. بالاخره تاریخچه معافیتی یا امیونیزیشن هستری ما شما خصوصا نزی اطفال و خانم ها که کدام واکسن نکرده ما شما از مریض پرسان. بعد از با همه سیستم ها ما شما یک مرور میکنی یا مرور بر سیستم ها هست که به نام ریویو اف سیستم میشه. در ریویو اف سیستم ما شما در هر سیستم ما شما که پرسان میکنیم از تفتیش و جس اسکولتیشن و پرکشن مریض ما شما بالای هر سیستم ما شما را چی میکنیم اپلای میکنیم. معاینات فیزیکی وقتی که ما شما تاریخچه را گرفتیم بعد از اون معاینات فیزیکی هست. معاینات فیزیکی ما شما اول یک مروری عمومی کنیم که به نام جنرال سروی بیاد میشه. در جنرال سروی وضع ظاهری مریض را میبینیم که مریض ما شما کم خون است و یرقانی است، این جاندیس دار یا نداره و تظاهرات وجهی که مریض ما شما خاصی پسته یا چشماشان فرولکت هسته ما شما از مریض پرسان میکنیم و حالاتی مریض یا عدم کفای وظیفوی در کسرها عدم وظیفوی به وجود میاد ما شما از مریض پرسان میکنیم. وضعیت مریض در بستر ما شما را میبینیم و تخریش دماغی را میبینیم. اگر مریض ما شما پانکراتایتس باشه با حالات نشسته و به خودم خمی باشه که با این وضعیت درد مریض کم میشه. معاینات فیزیکی ما شما در قدم دوم چیدم لوکل اگزامینیشن است یا معاینه موضوعی است. در معاینه موضوعی ما شما تفتیش است که ما شما را میبینیم و جس او را لمس میکنیم و قرا است و اصغا است. قدم سوم چیز هم معاینات عمومی است یا جنرال اگزامینیشن است. در جنرال اگزامینیشن امراض مزمن ما شما را میبینیم. وقتی ما شما یک تشخیص جور کردیم تشخیص تبرکی امراض را میبینیم. بعد از او برای یک تشخیص ما شما کدام نوع انستیزی ما شما میتیم، انستیزی عمومی میتیم یا انستیزی موضوعی میتیم یا انستیزی نحوی میتیم. تشخیص ابتدایی یا تشخیص احتمالی چیست؟ تشخیص ابتدایی با اساس تاریخچه و معاینه فیزیکی وضع میشه و بعد از اینکه ما شما تشخیص احتمالی یا پروویژنال دیاگنوز رسیدیم به مریض معاینات خصوصی یا معاینات پیش رفتیم. برای لازم معایناتی
روتینی که خون است، ادرار است و ماده های تا است و مریض معایناتی اختصاصی پیش رفته مریض میتیم بعد از او کدام تشخیص که واضح میشه ای تشخیص به نام تشخیص سریری یا به نام کلینیکل دیاگنوز میشه. بعد از کلینیکل دیاگنوز ما شما به طرف تداوی میریم. تداوی در بخش جراحی بدون واسطه، تداوی توسط دوا که به نام تداوی طبی میشه، آدم تداوی توسط عمل جراحی. تداوی طبی ما شما کدام نادعا که ما شما اسپندیم و به کدام دوز و به کدام مدت با مریض میتیم ما شما در دوسیه نوشته میکنیم و عمل جراحی یا پروتکل عملیات که ما شما کدام عمل انجام میتیم در این حالات ما شما نوع انستیزی کدام نوع انستیزی ما شما میتیم و کدام مواد انستیکی استفاده میکنیم ذکر نام انستیزیولوگ نوشته میکنیم اسم جراحان که کیا عمل جراحی انجام میده نام او نوشته میشه آپراتینگ سرجن نوشته میشه وضعیت مریض که بالای میز است و کدام وضعیت مریض بود ما شما و شکی که ما شما اجرا کردیم کدام شک بود کدام انسجام بود او را ما شما اجرا نوشته میکنیم و تکنیکی عملیات کدام نوع عملیات ما شما انجام دادیم و بستر مدن جراح است که جراح ما شما بسته کردیم و کدام نوع مواد توسط کدام نوع مواد ما شما دوختیم از او ما شما اداری میکنیم و اگر کدام درین ما شما انداخته بینیم درین ما شما اداری میکنیم انظر سیر و پیشرف پروگنوز یا انظر چیست سیر و پیشرف تغییرات روزانه مریض از زمان خروج مریض از عملیات الی رسوندن درد داشته میشه ای به نام انظاریت میشه یعنی سیر و پیشرف و تغییرات روزانه مریض به نام پروگنوز میشه بالاخره نتیجه یا ترمینشن است که مریض ما شما یا مکمل شفایت میشه یا اختلالات میتا یا فوت میشه مکمل درجه دوسیه شود.